سلام پنجشنبه 21 آبان 94 12 نوامبر 2015 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که هزار کارگر کارخانه سیمان تهران در شرایط بد دست مزدی به سر میبرند بسیاری از اونها سال هاست که با حد اقل دست مزد سر میکنند و شورای کارگری کارخانه هم پیگیر مطالباتشون بوده اما مدیریت پاسخ درستی نداده در نتیجه تجمع اعتراضی رو دیروز کارگرا داشتند که نهایتا در نمازخانه از محبت آمدند و تجمع کردند و نماینده فرماندار شهر ری و رئیس اداره کار در جمع کارگرا حاضر شدند و قول دادند که به خواسته های اونها رسیدگی کنند کارگران اعلام کردند که اگر بیعتنائی هیئت مدیره به خواسته اونها که شورای کارگری دنبال میکنه ادامه پیدا بکنه باز هم دست به تجمع و اعتراض خواهند زد در شیراز آقای متحری که برای جلسات دادگاه حمله قبلی به او زمانی که به سخنرانی دعوت شده بود رفته بود از سوی دانشگاه شیراز مجددا دعوت شد و در تالار حکمت دانشگاه شیراز سخنرانی کرد اما این بار که بسیجی ها بسیج کرده بودند سازماندهی کرده بودند که به جلسه برند و به هم بزنند و حمله بکنند با لایه های مختلف امنیتی مواجه شدند که اجازه ورود اونها رو به سالن سخنرانی ندادند و با درهای بسته مواجه شدند بیرون از محوت شعار میدادند دانشگاه امنیتی نمیخواهیم نمیخواهیم جالب این حضرات صحبت از دانشگاه امنیتی می‌کنم. زمنان شعار میدادند که در علیه آقای متحری که حامی فتنگر برخورد انقلابی حقت بود حقت بود یعنی در واقع تصریحا نشان دادند که حمله قبلی به آقای متحری هم کار حضرات بوده حال در صحبتش آقای متحری نماینده تهران در پاسخ یکی از سوالات به شدت دوباره حمله کرد به اینکه آقایان موسوی و کروبی و خانوم رهنورد بدون حکم دادگاه در حصر هستند آقای خاتمی بدون حکم قضایی ممنوع تصویر هست و در خصوص دستگیری های اخیر هم گفت که اطلاعات سپاه چه حقی داره بیاد و روزنامه دستگیر بکنه وزارت اطلاعات اگر سندی مدرکی داره مسئول برخورد باید باشه بر صورت این حملات تند آقای متحری با استقبال دانشجویان مواجه شد موضوع دوم اینکه العربیه خبر داده از اینکه سه شنبه نیروهای امنیتی به در محله لشکرآباد اهواز که محله عرب نشین هستش به بازار فلافل فروشی و قهوه خانه ها حمله کردند و در این حمله یک جوان 17 ساله شاگرد نانوایی به نام علی جلالی به ضربه گلوده کشته شد مردم عصبانی و خشمگین شامگاهان جلوی کلانتری سی تجمع کردند هجوم بردند و خواستار توضیح این حملات شدند به گفته العربیه علت این کینه و حمله به این منطقه این است که به دلیل بیکاری بسیاری جوان ها قهوه خانه دایر کردند یا مغازه ها و دکه ها و عملا باعث تجمع بیشتر شدند ضمن اینکه سوابق این منطقه هم در اعتراض های قبلی که اعراب خوزستان به دلیل فشارهای حکومت و به خصوص سپاه داشتن نقش فعالی رو بازی می کردیم وزیر خارجه بلژیک هم در دیدار با آقای روحانی پیگیر پرونده حمید بابایی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه لیژه بلژیک شد او که در تیر ماه 2013 در تهران رفته بود دستگیر شد به 6 سال سی و روز در انفرادی بود حمید بابایی به او فشار آوردن با اطلاعات باید همکاری بکنه در برگشت به بلژیک و وقتی نپذیرفت در یک دادگاه ده دقیقه به شش سال حبس تعذیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده وزیر خارجه بلژیک خواستار توضیح ایران و آزادی این دانشجو شده و گفته اگر قرار به مبادله دانشجو و همکاری های دو کشور باشه باید فضای امنی برقرار باشه اما سپاه گیلان اعلام کرده که تعدادی از فعالین فضای مجازی رو که قصد داشتند آذری های گیلان رو تحریک کنند در اعتراض به برنامه موهن صدا و سیما دستگیر کرده اما توضیحات بیشتری نداده که چند نفر چگونه و چرا به هر صورت به نظر میرسه که اطلاعات سپاه در استانهای مختلفم فعال شده چندی پیش خبر دستگیری 170 نفر رو در غزوین داشت نیمه شب گذشته دفتر آقای سانعی مرجع تقلید در نجف آباد اصفهان مورد حمله تعدادی ناشناس قرار گرفت که با قسمتی از دفتر رو هم آتش زدند و با شعارهای مرگ بر منافق که به در و دیوار نوشتند اعتراض خودشون به آقای سانعی رو اعلام کردند قبلا هم در جریان جنبش سبز که آقای سانه ای از جنبش پشتیبانی کرد و بعد از اون بارها دفتر او در قوم و شهرهای دیگه مورد تهدید قرار گرفتیم کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم بیانیه مشترکی منتشر کردند و در اون خواستند از حکومت ایران که تمام روزنامه نگاران زندانی از جمله جیسون رزاییان آزاد بشند آقای احمد شهید نماینده ویژه در حقوق بشر ایران که یکی از امضا این نامه هم هست عنوان کرده که بازداشت های اخیر دور جدیدی از سرکوب علیه آزادی بیان در ایران موضوع سوم این که روزنامه اعتماد خبر داده گزارشی داده از برخورد در شورای شهر تهران که چند تن از اعضای را از جمله علیرضا دبیر به شهردار آقای قالیباف انتقادات جدی وارد کردند و گزارش حساب رسان شهرداری رو مطرح کردند و آقای دبیر گفته که بسیاری از شرکت های تحت پوشش شهرداری وضعیت مالیشون قابل دفاع نیست بنابرای گزارش حساب و حیف و میل های از قبیل اینکه 75000 هزار متر مربع از عراضی اباس آباد که یکی از مرغوبترین عراضی تهران باید محسوب بشه به متری فقط 1.5 میلیون تومان بابت بدهی به سپاه واگذار شده به قرارگاه خاتم بیا و 300 میلیارد تومن هم تراکم به قرارگاه خاتم واگذار شد به نظر میرسه که زد و بندهای آقای قالیباف با قرارگاه خاتم که زمانی 20 هزار میلیارد تومان پروژه های شهرداری رو هم به این قرارگاه واگذار کرده انتهایی نداره و کماکان ادامه داره رئیس بانک مرکزی هم ادعای آقای بابک زنجانی رو که 22 میلیارد یورو پول نقد گفته من دارم دروغ بزرگ نامیده موضوعی که به باورش بسیار سخته و وکیل یکی از شرکت های وزارت نفت هم عنوان کرده که آقای بابک زنجانی یک و دو دهم میلیارد یورو جعل اسناد سویفت رو کرده در نام نگاری هایی که با دفترش داشته برای پرونده سازی و نشون دادن ارقام جعلی در پروندهش موضوع چهارم این که آقای شمخانی عنوان کرده که عربستان در حمله مسلحانه به در صفیاباد دسفول به یک هیئت عزاداری که دو نفر کشته و دو نفر مجروح شدند دست داشته و زاربین اساسا حقوق بگیران عربستان بودند به نظر میرسه که مسئله تلگرام شبکه اجتماعی تلگرام کماکان در دستور فیلتر شدن قرار داره گفته میشه ایران فشار آورده به تلگرام که سرور در تهران بگذاره و وقتی این موسسه نپذیرفته بحث خلاف اخلاق بودن و اقدامات امنیتی و غیره مطرح شده و کماکان دنباله فیلتر کردن تلگرام هست منصور حقیقت پور نماینده مجلس هم افشا کرده که هفته جلسه با حضور بالاترین مقامات ایران آقای روحانی، آقای ظریف آقای ولایتی، آقای علی لاریجانی برگزار شده و آقای شمخانی که نه جلسه اون آقای خامنه ای هم حضور داشته و نتیجه هم گرفته آقای حقیقت پور که برجام در تمام مراحلش شخص آقای خامنه ای در جریان بوده و نظارت کامل داشته بسیار ایشون به نظرم خبر مهمی رو داده برای اینکه آقای خامنه ای سعی میکنه دائما خودش رو کنار بکشه و نشون بده که در جریان نبوده موافقتی نداره و شعارهای تند و تیزی که میده اما موضوع آخر این که خانم موضوع پنجم این که خانم آنسان سوچی در و حزب او لیگ ملی دمو... برای دموکراسی به نظر میرسه بیش از 90 درصد آرا رو به دست آوردند و رئیس جمهوری برمه هم به حزب اونها تبریک گفته و به این ترتیب راه برای برکنار کردن دولت دست نشانده نظامی ها داره هموار میشه اگرچه در پارلمان یک چهارم کرسی ها به هر صورت برابر قانونشون به نظامی ها اختصاص خواهد یافت خانم آنسان سوشی قبلا هم گفته که این قدم ها یه اولیه است برای اینکه خواستار نهایتا تغییر قانون اساسی اما نکته آخر اینکه آقای علم الهدا امام جمعه مشهد فرمودند که مقام معظم رهبری همچون امام هستند و امام جمعه ها در هر شهرستانی امامزاده های زنده هستند اندکی سر سحر صحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی